بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمدین به درس ششم. سابق معادلات یک مجهول درجه اول بود، حال دو مجهول از درجهش یک است. صحیح، سابق می گفتیم یک فرض مثال x بود، تنها x می دیدی یا تنها y می دیدی یا تنها m، حال هم x می بینی هم y. خلاصه یک مجهول سابق بود، حال دو دانه مجهول شده و درجهش هم چی است؟ یک است، نمایش یک است. و دیگه می خوانیم سیستم معادلات دو مجهول درجه اول چی است. خیلی قبل از اینکه بریم دو گپ آخر را بخوانیم، گپ اول ما برای شما بسیار کوتاه تشریح میکنم. خب سابق خوانده بودیم یک معادلات یک مجهولی درجه اول، حال دو مجهولی درجه اول میخوانیم. به هر صورت شما متوجه شوین شکل عمومی داره از خود، شکل عمومی از یا چه رقم است؟ شکل عمومی معادلات دو مجهولی درجه یک یا درجه اول، شکل عمومیشان چه رقم است؟ ax مثبت by مساوی با صفر، یا بعض وقتا میشه بگوین مساوی با سی. خب A, B و C که هستن اعداد چی هست؟ ثابت است و X و Y که هست متحول هستن. متحول آل مک چند دانه مثال میتونم، مثلا 3X منفی 4Y مساوی با 5. اینی خودش یک معادله دو مجهول از دو تا مجهول داره، درجه مجهول هایش هم چی هست؟ یک است. این معادله دو مجهول درجه یک میگن. به می ترتیب اگر داشته باشم M منفی 5H مساوی به فرض مثال صفر، یا هم چی است؟ یک معادله دو مجهوله درجه یک است. بخاطر دو تا مجهولاش اما H است و ضرایبش اینجا ضریبش یک است، ایدیگه 5 است، ایدیگه هم صفر است، یا بگویم عددهای ثابتش و غیره. میتونیم مثال های مختلفه برزی ها ارائه بکنیم. گپایی را که اینجا یاد میگیرین چی است؟ که معادلات دو مجهوله درجه اول اینت یک شکل عمومی داره. گپ اول. گپ دوم که یاد میگیرین اینها که هستن خطی هستن. این رقم معادله را معادله های چی میگن؟ خطی میگن. معادله های خطی. معادله خطی چرا میگنش؟ بخاطر که در سیستم کمیات وضعی قایم اگر یار رسم بکنی، یعنی اینجا محور x است، این دیگه y است، خیر پسانی را تشریح میکنم، اگر یار رسم بکنی این رقم معادله را به شکل چی میگن؟ به شکل خط مستقیم میگن. پس به او خاطر این معادله دو مجهوله درجه اول یا معادله خطی یارا به نیم خاطر یاد میکنن، بخاطر که شکلشان چی است؟ خطی است. گپ اول که یاد میگیرین خوینی گپ بود. گپ دوم که یاد میگیری ایره به نام معادلهای خطی هم یاد میکنن. گپ دوم و گپ سوم که باید همیشه در ذهنت باشه، معادلهای دو مجهوله درجه اول چند حل داره؟ حضرت کس اگه پرسان کرد میگی بی نهایت حل داره. یک حل نداره، دو حل نداره، سه حل نداره، بی نهایت حل داره. خب پس برنگ سرخ نشته میکنم به یادت باشه معادله های دو مجهوله درجه اول یا درجه یک به نهایت حل دارد. اینی میگم ما در ذهنت باشه. گپ سیام خب این گپ ما خواه ثبوت ضرورت نداره. گپ دوم ما خیر از درس های آینده ما برد ثبوت میکنم، در درس های آینده ثبوت. یک گپ سیومی یا گپ آخری خودم ما باید برد ثبوت کنم که معادله دو مجهولی درجه اول چطور به نهایت حل میتونه داشته باشه. یک دونه معادله را تو فرض مثال ما نظر بگی. طور نمونه فرض مثال 2x منفی y مساوی به فرض مثال 5. صحیح؟ خب ما این دفعه x چی قیمت میتم؟ x فرض مثال قیمت میتم 1 و y قیمت میتم فرضاً منفی 3. قیمت گذاری کو ببی چی گپ میشه؟ قیمت گذاری میکنم 2 1 منفی از منفی 3 آیا مساوی به 5 میشه؟ 1 2 2 منفی زر منفی میشه مثبت، آیا مساوی به 5 است؟ 2 3 ما 5، 5 مساوی به 5. حساب بگی ای حل شماره اولش میرم ام دفعه x و y ما یک دو قیمت دیگه ایجاد پیشوری تو میتم. اگر طور نمونه x ما صفر قیمت بتم و y منفی 5، ایجا چی گپ میشه؟ ببین که ما وقتی قیمت گذاری بکنم x در جای صفر، 2 ضرب در صفر منفی 5 مساوی به آیا صفر خواهد شد؟ 2 صفر ما میشه پس صفر، منفی ضرب منفی پس میشه مثبت 5. ببخشید اینجا صفر نیست، من اشتباه کردم، اینجا هم 5 است. اینجا ما دیگه دقت قیمت دادیم، اینجا 5 بود، اینجا باید 5 باشه. بر صورت آیا مساوی به 5 است؟ 5 مساوی به 5 است، یا هم برش جواب داد. خب حالا اگر ما بگیرم که x 3 قیمت بتم y 1، باز چی اتفاق میفته؟ خب دو چند از 3 منفی 1 آیا مساوی به 5 خواهد شد؟ دو 3 ما 6 منفی 1 آیا مساوی به 5 میشه؟
شش من فيها كما پنج، پنج مساوي با پنجت. اگر اكس هفت و واي نو قيمت بتم ايجي چي اتفاق مفته. خب متوجه باش. خب دو چنده از اكس در جایش هفت میمانه، منفی واي مام نوس آیا مساوی به 5 میشه؟ دو هفت ما 14 منفی 9 آیا مساوی به 5 است؟ خب چی میکنیم؟ ساده که کنیم، اینجا را چند میمانه؟ 5 میمانه، بازم 5 مساوی به 5. خب حساب بگی، یک تا حل، دو تا حل، سه تا حل، چهار تا حل، دیگه میخوای برات اینجا نشته کنم؟ میشه که من دو دانه عدد جور کنم یک رقم که مساوی به 5 شه. خب پس به مو خاطر میگم معادلای دو مجهولی درجه اول چه حل داره؟ بی‌نهایت حل داره. یک حل هم نداره، دو تا هم نداره، سه تا هم نداره، بی‌نهایت داره. اینم تو که اینجا من لیست کردم، میتونم میلیون ها حل دیگه، میلیارد ها حل دیگه ما برای اینجا نشانی کنم. باز هم گپای خود جمع بندی میکنم بسیار زود. اول شکل عمومی زیر یاد بگیرین، دوم بفهمین که معادلای دو مجهولی درجه اول به نام معادلای خطی هم یاد میشه و همچنان این رقم معادلا به نهایت حل دارن و دلیلش هم اینه دی پایان تشریح کردیم. خب ایگه پاره خواه آل فهمیدیم، میریم سر موضوع دوم. موضوع اول خواه درک کردیم، حالا میریم سر موضوع دوم که معرفی سیستم معادلات. اینجا گفتیم معادلات دو مجرد درجه اول، اینجا میگم سیستم. وقتی که کلمه سیستم از شما میشنوین، باز باید یک موضوع متفاوت تر دیادتان به سیستم معادلات دو مجهولی درجه اول یا درجه یک. وقتی کلمه سیستم شنیدی، این باز یک مانا میده که مانایش اینجا برتان نشته میکنم، بیش از یک معادله، یعنی از یک تا معادله چی از زیاد است. فرض مثال دوس، سیز، چار است، نظر به حالات فرق میکنه. یا هم چی داره؟ یک دانه شکل عمومی داره، شکل عمومی داره. خب شکل عمومیشان چه رقم است؟ انال سیستم که گفتیم وقتی که دو مجهول شد، دو دانه معادله کار است. به خاطر حل از او سه مجهول بود، سه معادله کار است. چهار مجهول بود، چهار معادله. صد مجهول بود، صد معادله. میلیارد دانه مجهول بود، میلیارد دانه معادله کار است که تا او حل شه. خب پس حال دو مجهول است، باید دو دانه معادله داشته باشیم، درست؟ خب پس شکل های عمومی از یا چی است؟ یک x جمع بی یک وای مساوی به سی یک و ای دو اکس جمع بی دو وای مساوی است به سی دو. ای خیلی پس چی است؟ شکل عمومی ازی است. بازم تکرار میکنم، وقتی کلمه سیستم شنیدین، سیستم معادلات گفت، یعنی که از یک معادله چی است؟ زیاد است. و وقتی که دو مجهول بود، باید دو دانه معادله داشته باشی. سه مجهول بود، باید سه دانه معادله داشته باشی. اگر چهار مجهول بود، باید چهار دانه معادله به خاطر حل از او داشته باشی، به خاطر حل از او سیستم. اگر فرض مثال برای ما یک چیز بده، باید 3x منفی y مساوی به 4، ایره تو حل کو، این حل از امکان نداره، به خاطر یک تا معادله داره اما دو دانه مجهول. سیز یک تا معادله است، یک معادله است، دو مجهول است. ای از لحاظ ریاضی یا از لحاظ منطق ریاضی هیچ حل نداره، امکان نداره حل شه. خب پس میگیم که حل نمیشه. اگر فرض مثال 3x منفی y مساوی به 5 و 7x مثبت 4y مساوی به 0، این حال خب پس یک دو معادله داده، دو معادله داره و دو دانه مجهول، این حل میشه. این دیگه حل نمیشود، نمیشود، اما این دیگه میشود. به می ترتیب اگر 4 دانه مجهول برام داده بود، 4 دانه معادله باید بده، و همین ترتیب اگر 3 دانه بود، بازم 3 دانه معادله باید برام بده اگر 3 دانه مجهول بود. فرض مثال 3x منفی 7y مثبت 4z مساوی به 1، یا فرض مثال بگویم که 7x مثبت 9z منفی y مساوی به 5، این دو معادله است. در این حالت حل، امیدوار است کلمه مرا درست بگوین، حل نداره، چون سه دانه مجهول است، x y z دو دانه معادله است، حل نداره. اما اگر یک معادله دیگه هم فرض مثال بده که 9 z منفی 6 x مثبت 7 مساوی به y، در این صورت باز ما چی میکنم؟ میگم حل میشود، به خاطر که سه دانه مجهول است، سه دانه معادله است. به هر صورتش گپایی را که اینجا یاد میگیرین، کلمه سیستم شنیدی به این معنی است که بیش از یک معادل است. اگر گفت سیستم معادلات سه مجهولی درجه اول، حتما که سه دانه مجهول است، ببخشین سه دانه معادل است. اگر گفت سیستم معادلات پنج مجهولی درجه اول، یعنی پنج دانه مجهول داره، پنج دانه مجهول که داشت، باید پنج دانه معادل هم داشته باشه و یک دانه شکل عمومی داره که شکل عمومی از یا به این قسم است. میریم یک موضوع دیگر دربارش صحبت میکنیم که او
مربوط گپ گذشته میشه. ما گفتیم مدل های یک مجله درجه یک شکل چی دارن، شکل خطی دارن. ما دینی جبر تو ای گپ گفته بودم که شکل چی داره، خطی داره. خب پس اینمی شکل خطی که داشته باشه، خب ایره بفهم که سیستم مدلات دو مجله درجه یک، چون دو دانه مجله است، دو دانه مدل است، دو دانه خط خیازش تشکیل شدن. چی شده؟ دو دانه خط خیازش تشکیل میشده باشه. سعیس انال مسئله خط کامد یک موضوع دیگر ما شما داشت داخل میشیم. ایره میگن مناقشه در کتاب های مکتب و در کتاب های دیگه به می ترتیب یک عنوان دادن. خب مناقشه یا بحث درباره ازی چی است؟ خب من شکل عمومی ازی رو نشته می کنم. A1x جمع B1y مساوی به C1، A2x جمع B2y مساوی به C2. خب این سیستم معادلات دو مجله درجه اول است. خب شما متوجه باشین خطا دو دانه خط هستنه، میدانه دو دانه خط که در یکی دیگه چی باشن؟ موازی باشن. موازی دو دانه خط را میگن که هر قدر توی ادامهش بیتی یکی دیگه را اینا قطع نکنن. میتونه خطا چی باشن که در یکی دیگه موازی باشن. یک حالت دیگه میتونه داشته باشه که دو دانه خط از سر یکی دیگه اگر تیر شوه قطع بکنن یکی دیگه را، این رقم حالت را میگن متقاطع. میتونه دو دانه خط حالت داشته باشه که یا از یک مسیر تیر شوه و ایده به رنگ دیگه نشان میتم، ایدگاه هم از اون عین مسیر تیر شدن، یعنی بگویم سر در سر سر یکی دیگه باشن. این رقم حالت انطباق پذیری یا منطبق میگن. منطبق یعنی سر به سر هستن بالا یکی دیگه. خب پس مناقشه اینجا سر چی است؟ یعنی وقتی که سیستم معادلات دو مجله درجه اول ما سیستمش دوارش گپ میزنیم، از دو دانه خط خیلی گپ میزنیم. سیس از چند دانه خط؟ از دو دانه خط گپ میزنیم. این دو دانه خط میتونن نظر به حالات موازی باشن، متقاطع باشن یا منطبق یا سر در سر باشن. اگر دو دانه خط موازی بود، در این صورت اینمی سیستم معادلات هیچ حل ندارد. اگر دو دانه خط از سر یکی دیگه تیر شد، در این صورت میگه چی؟ یک حل دارد. و وقتی که از سر یکی دیگه تیر شده بودن، سر در سر بودن، میگه که به نهایت حل داره. چرا؟ اینیم قطع کردن، تکر کردن دو دانه خط یک تا حلش میگن. اینجا آیا قطع کرده؟ نه، هیچ قطع نکرده. خیلی از صورتش میگن که اینجا هیچ حل ندارد. اینجا چند نقطه قطع کرده؟ یک نقطه قطع کرده. از خاطر میگه یک حل داره. اما منطبق حال کاملا نیست که ما برای شما نشان میدم. وقتی دو دانه انگشت تا سر در سر سر یکی دیگه میمونی، انگشت های شهادت تا مثلا از دو دست سر در سر سر یکی دیگه بون، چند نقطه مشترک داره؟ بی‌نهایت نقطه مشترک داره. اینجا هم نقطه مشترک، اینجا هم، اینجا هم، اینجا هم، اینجا هم، اینجا هم، اینجا هم. اون رو تو خط دیگه پیش میره. خب پس دی حالت میگن که بی‌نهایت چی داره؟ حل داره. خب خیلی چطور بفهمیم که دو دانه خط موازی است یا بگویم هیچ حل نداره؟ چطور بفهمیم متقاطع است یا بگویم یک حل داره؟ و چطور بفهمیم که منطبق است یا بی‌نهایت حل داره؟ من شرطایشان رو نشته میکنم. سیستم معادلات دو مجله درجه یک انت یک شکل عمومی داره. اگر گرفتی A1 تقسیم A2 کردی، ایره ما به رنگ سرخ نشته میکنم چون خیلی مهم است. اگر A1 گرفتی تقسیم A2 کردی، یعنی از معادله اول ضریب x تقسیم ضریب x معادله دوم کردی و ای مساوی نشد با B1 بر B2، در این صورت تو میگی که هیچ، ببخشین من اشتباه کردم، باید این مساوی به این شوه. و پیش رفتی دیدی که C1 تقسیم C2 کردی اما یا کده که دیگه مساوی نشد. در این صورت خب پس میگی که معادلا هیچ حل ندارن، یا اگه هیچ حل ندارن نگفتی، میشه بگی که موازیستن کده یکی دیگه. این حالت این ما کل شبرتان علقه میکنم که در ذهن داشته باشین. حالت دیگه، اگر A1 تقسیم A2 کردی و این مساوی نشد با B1 بر B2، خیر از در مثالا کار میکنیم خود فهمیدین، اتی یک حالت باز میگن که چی است؟ خطا کده یکی دیگه متقاطع است. اگر A1 تقسیم A2 کردی و این مساوی شد با B1 بر B2 و این باز پس مساوی شد با C1 بر C2، در این صورت باز میگن که چی هسته؟ منطبق هسته، یا میگن به نهایت حل داره. باز هم در مثال ها خاطیره بهتر از این خاطر فهمیدین، اما فعلا هم قبل فهمین. اگر ضریبای X تقسیم کردی، ضریبای Y تقسیم کردی و ضریبای عددهای ثابته، اینا که دیگه مساوی شد، این صورت میگی که منطبق یا بی‌نهایت حل دارن، چون کلشان مساوی شد، حتما عین چیز است، عین خط سر دوش سر یکی دیگه همه.
اگر دیدی که هیچ دمی شروع مساوی نشد، بگو متقاعد است، عاجل جنگ میکنن. اگر دیدی که دو تاش مساوی شد، یکی دیگهش نشد، دی صورت باز بگو که چی هستن، موازی هستن یا هیچ حل ندارن. خب تشریحات کلش در 15 دقیقه شکر خدا خلاص. حالا میریم به طرف مثال ها. برای من یک سیستم معادلات داده متوجه شو، گفته چند دانه حل داره. در جواب آمده یک حل، دو حل، سه حل، بی نهایت. خب اینا رو من از تو سوال میکنم، دو حل و سه حل هیچ امکان نداره داشته باشه، به خاطر دو دانه خط یا که دیگه این تو موازی هستن هیچ قطع نمیکنن، کی میگه هیچ حل نداره، یا ایست که سر در سر سر یکی دیگه میباشن که تی یک حالت میگن منطبق که دو صورت بی نهایت حل داره، و یا ایست که یک نقطه یکی دیگه قطع میکنن. خب پس اینی جواب من از نمیال گفتم، میتونم که دو حل هیچ جوابش نیست و سه حل هم نمیتونه جوابش باشه. خب خیلی پس چی گه، پس چه قسم جواب ازی حاصل میشه؟ ببین شکل عمومی ازی را مد نظر میگیری، شکل عمومی که در اینجا است A, B یا بگویم X, Y و بعد از او عدد ثابت دو طرف مساوات، اینم تو اینجا را باید تو عیار بسازی. خیلی اینجا اول X است، باز Y است، عدد ثابت X, Y عدد ثابت. خیلی پس معادله شکل استاندارد داره، میرم ضریب X را میگیرم، ضریب X اینجا چی است؟ یک است، N یک، ایره تقسیم میکنم با ضریب X در معادل دو، میبینم که مساوی میشه آیا که روز دیگه، یعنی ضریب ازی چی است؟ مثبت یک، و ضریب ازی دیگه چی است؟ منفی یک. آیا مساوی شدن؟ یک بر دو مثبت تقسیم منفی، مساوی نیست با منفی یک. خب پس مساوی که نیست، آیا اینی شرط قبول نکرده؟ در این صورت میگیم متقاطع است، یا چند حل داره؟ یک حل داره. خب جواب درست ما اینه پیدا شد که چی است؟ یک حل است. دو حل و سه حل اجد گزینه نیست، یا یک حل می داشته باشه، یا هیچ حل نمی داشته باشه، یا بی نهایت حل داره. طرف از این سوال متوجه باشین، ببین اول x باز y باز عدد ثابت ای جور است، اول x yش او طرف است، باز عدد ثابت ای طرف آوردن، باید ایر استاندارد بسازی. خب پس ما استاندارد جورش میکنم. خب استاندارد که جورش کنی چه قسم میشه؟ اول نشته میکنم، اول مدل اول خیلی مشکل نداره، مساوی به دو، سه x اینی را ای طرف روی میکنم، ای رو طرف میبرم، میشه منفی وای مساوی از با مثبت یک. آله شش بر سه آیا مساوی میشه با منفی یک؟ ضریب از وام است، منفی یک ضریب از ایتگام است. خواه یک سه سه دو سه ما شش، یک منفی یک منفی یک خلاص میشن. آیا دو مساوی به یک است؟ نه نیست. خب از دهی حالت بازم شرط سوال قبلی است، دهی صورت میگم که یک حل داره یا متقاطع هستن که دیگه دیگه. یک حل، یک حل یا میگیم متقاطع هستن. این سوال هم متوجه اگر شده باشی، x y عدد ثابت، y x عدد ثابت استاندارد باید چه؟ استاندارد چی نشته کردم بچم؟ خب باش که استاندارد اسپیلش حال جور شد. بر صورت نشته میکنم اول چی ره؟ 4x منفی y مساوی به 5، و دیگه اول x چند نشته میکنم؟ 8x منفی 2y مساوی میشه به 10. حال ضریب y x تقسیم یکی دیگه میکنی از y هم و از سیرم ببینی که چی گپ میشه. 4 بر 8 منفی 1 بر منفی 2 و 5 بر 10. خب بیا ای دیگه شنه این بینیم تا که او دیگه سرنوشتش معلوم نشده. خب یک چار چار دو چار هشت، منفی هم با منفی خلاص، نبینیم که یک بر دو مساوی به یک بر دو شد. بیا او آخریش هم ببین، پنج بر ده، یک پنج پنج، دو پنج ده، یک بر دو مساوی به یک بر دو مساوی، کلش کده یکی دیگه مساوی شد، کلش که کده یکی دیگه مساوی شد. اینجا باز چی چل وجود داره؟ اینجا کلش که دیگه دیگه مساوی شد، منطبق است، خطا سر در سر سر یکی دیگه آمدن. در این صورت میگی که چند حل داره، چند نقطه مشترک داره؟ بی نهایت نقطه مشترک داره. خیلی از خاطر در جواب برشون میگی که بی نهایت حل دارن، بی نهایت حل. متوجه شوین که دو حل ایت جواب درستش بیازه نیست، تیز یا هیچ حل است، یا بی نهایت حل است، یا یک حل است. خیلی پس میگیم بی نهایت حل، یا اگر تو نگفتی میگی که منطبق است. خب حالا میریم به طرف از این مثال، x y عدد ثابت، x y عدد ثابت بیخی خیلی گپ نیک است. متوجه شوین ما ضریبایشان میگیرم، یک بر دو منفی سه بر منفی شش، یک بر هفت. خب یک سه سه دو سه ما میشه شش، منفی هم با منفی خلاص، یک بر دو مساوی شد با یک بر دو، مساوی نشد با یک بر هفت.
پس متوجه شو که این یک قسمت کدش مساوی نشد، ما بازم شرط داره نشان میتم دیگه، دیگه من بالا نمیرم که وقت زایی میشه که ای و بی مساوی شد اما کدش سی مساوی نشد. این حالت میگن موازی یا میگن هیچ حل نداره. خی ما میگم که هیچ حل نداره، همه صحت است، جواب درست نیست. هیچ حل نداره، هیچ حل یا میشه بگویم که موازی هستن که دیگه، دیگه هیچ حل که ندارن به این مانا که خطا این رقمی موازی هستن که دیگه نقطه مشترک خلاصه ندارن. من مطمئن هستم تا این سرحده که رسیدیم فهمیدین. خب بازم استاندارد میکنم STD استاندارد که بسازمش نشته میکنم منفی CX منفی Y مساوی به 1، CX مثبت Y مساوی به 3، منفی 3 تقسیم 3، منفی 1 تقسیم 1 و 1 تقسیم 3، 1 سه سه 1 سه سه. اینجا شد منفی 1 مساوی به منفی 1 مساوی از به 1 بر 3 نیست. خب پس دو تاش مساوی شد، یکیش نشد، این حالت میگن موازی است. یا اگر موازی نگفتیم میگن هیچ حل ندارد. ندارد. خب پس هیچ حل که ندارد جواب چهارم جواب درست است. این سوال شما متوجه شوین کمک متفاوت است. گفته در سیستم معادلات قیمت پیره، این اینجا یک دانه پیره میبینی، گفته این پیره قیمت شد ای تو یک چیز تا این که معادلات چی داشته باشه، یک حل داشته باشه. یک حل شرطش چه رقم بود که یک بر ای دو مساوی نشه با بی یک بر بی دو. ما سیره در ایجه ایت نشته نکردیم، سی ایت مطرح نیست، مساوی باشه نباشه ایت چو ارزش نداره، امی نامساوی شد یک حل داره، مساوی شد با سیره چک میکنی. خب هر صورتش متوجه شما شاین ما میخوایم که یک بر ای دو تقسیم شه باید خلاف بی یک بر بی دو باشه. خب پس ما اینی ای یک ماست نشته میکنم، خواهی که پی مثبت یک تقسیم شه بالای سه، ای خلاف چی باشه؟ منفی دوی بر منفی شش باید باشه. یک کمک ساده سازی میکنم، یک دو دو سه دو شش، منفی هم با منفی خلاص، در نهایت میمانه که پی مثبت یک بر سه مساوی است به یک بر سه. اینی سه هم با ای سه خلاص، بخاطر که ایده مخرج از طرف برمیره در صورت از اینجا کده که در کسر سادهش کنیم، اینجا دیگه سادهش کن. بر صورت پی مثبت یک مساوی باید نباشه و یک، ای یک هم که طرف ببریم پی خلاف مثبت یک خوب بود، ای طرف میشه منفی یک، ایسون با ایسو خلاص، او با او خلاص میشه. پی باید چی قیمت نگیره؟ صفر قیمت نگیره. دیگه هر چیزی که قیمت گرفت چی هست؟ اینمی سیستم معادلات یک حل داره یا که دیگه متقاطع هستن، فقط صفر قیمت نگیره، دیگه هر قیمتی که گرفت یا چی دارن؟ یک حل دارن. خب پس اینی جوابش هست، یا میشه به الفاظ هم بگویم به جز از صفر صفر دیگر تمام اعداد. دو ای سوال گفته معادله اینی چیز با کدام از اینا منطبق است. خب اینی ما ای یک ماست، این دگام بی یک ما و این دگام سی یک ما. در کدام از یا امتحان که اگر کل از اینی مساوی شد بفهم که کدام اون منطبق است، که کدامش منطبق میشه. یک یکی جواب ما دیگه من مجبور استم چک کنم. خب ای یک ما دو است تقسیم از یام دو است مساوی به از این دیگه چی است؟ منفی سه است، از این باز چی است؟ یک است. دو مساوی به منفی سه، دو که با دو خلاص شد راست یک میشه، دو تقسیم دو میشه یک، یک خلاف منفی سه است. خب پس ای متقاطع هستن، منطبق نیستن. خب ای جواب درست نمیتونه شده، این چلی پا میگیرم. ای جواب که دیگه خود سهل میکنم، دو تقسیم چار آیا مساوی به منفی باش کس بشم غلط شد، منفی سه بر منفی شش میتونه شده، یک دو 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 چار، یک سه سه دو سه شش. یخ کده که دیگه مساوی شد باید سی هایشون هم کده که دیگه مساوی شد. خب سی ازی چی است؟ یک است و سی ازی چی است؟ افت است. ات یک گپ حاصل شد که ای طرف هم یک بر دو، ای دیگه هم یک بر دو، اما ای دیگه یک بر افت. با ای مساوی نتانست شده، با ای مساوی شده نتانست. ای خیلی پس با ای چی است؟ موازی است. با ای دیگه منطبق ببخشین متقاطع بود، با ای دیگه متقاطع بود، با ای دیگه چی است؟ موازی است. این منطبقه گفته همه ساعت است. خب بیاز جواب درست نیست، حالا بر ما اینمی جدنیمی کار معلوم شد. خب پس یام که نیست، ای دیگه هم نیست، حتما اینمی جواب است. خب بازم خیر ما یک چکش میکنم، در این قسمت چکش میکنیم. ای یک ما چی است؟ دوست. بی یک ما چی است؟ چار است. مساوی به ای یک ما منفی سه است و بی یک ما منفی شش.
دیگه خودم چک میکنیم یک از اوس و دوم از دیگه است. دیگه کدام گپ نداره به نظر من، اکثرا گپاش گپاش ساده است دیگه. خب هر صورت یک دو 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 چهار یک سه سه دو سه شش منفی هم خلاص. میبینی که یک بر دو مساوی به یک بر دو، باز مساوی پس به یک بر دو، کلش که دیگه خیلی مساوی شد. اینه می جواب، درست ترین جواب ماست. دهی سوال دقت که گفته در سیستم اینت یک چیز قیمت پی را طور تعیین کنید که سیستم دارای حل مشخص نباشد. حل مشخص نباشد، حل مشخص نباشد معنای ازی چی است؟ یعنی که هیچ حل نداشته باشد معنایش اینت یک گپ است. حل مشخص نباشد معنایش اون فهمیدی. خب حل مشخص که نباشد چی وقت است؟ وقتی که چی باشن؟ موازی باشن. خب شرط موازی وقتی بود که دو تا که دیگه مساوی شه، اما یک آخر مساوی نشه، ای یک بر ای دو. شرط را دیگه باید حفظ کنی، بی یک بر بی دو مساوی نباشه با سی یک بر سی دو. در این صورت خب پس ما چی میکنم؟ ای یک بر ای دو، پنج بر شش یا خوبی از مساوی نیستن، ضریبای از اینا رو میگیرم که دیگه مساوی قرار میدم. اینه دیگه هدف ما است. یک گپ دیگر را مانا میتخ حل مشخص نباشه که به نهایت حل داشته باشه. به نهایت حل، به نهایت حل یعنی هیچ معلوم نیست، مشخص حل نداره که ما بگویم اینی حلش است. به نهایت حل داشته باشه. خب پس ببینین، متوجه شوین که موازی و اینی شرط منطبق است. یک بر ای دو، بی یک بر بی دو، مساوی به سی یک بر سی دو. این شرط چی است؟ منطبق است. متوجه شو، ببین یک شباهت ایجا وجود داره، یک بر ای دو مساوی به بی یک بر بی دو. آیا در دی ازی موجود نیست؟ یک ایجا خلاف داره، ایجا خلاف نداره. حل نامشخص یا حل که مشخص نباشه، او رقم حل است که یا موازی باشن یا منطبق باشن، یا بگویم هیچ حل نداشته باشه یا بینهایت حل داشته باشه. خب پس اینمی قسمتش که یکی یکسان است. ما چی میکنم؟ یک بر ای دو رو مساوی به بی یک بی دو قرار میدم. در خود سوال خود خب پس ای یک ما چی است؟ دو پی مثبت یک است، تقسیم سه میکنم، ایره مساوی قرار میدم. ای یک بر ای دو ایم است به بی یک بر بی دو. بی یک ما ضریبش چی است؟ منفی پی منفی یک. علامه را مکمل میگیرین بر چی؟ بر چهار. حالا خب پس طرفین وسطین میکنیم، طرفین وسطین که شود چهار دویما هشت پی جمع چهار مساوی است به منفی سه پی. منفی زر منفی میشه مثبت سه. ایره کی طرف روی بکنیم؟ اک میشه هشت پی جمع سه پی مساوی است به سه. طرف از منفی چهار هم این آمد، هشت و سه ما میشه یازده دانه پی مساوی است به منفی یک. پی را هم که بیخی تنها بسازیم میشه منفی یک بر یازده. خب پس قیمت پی باید منفی یک بر یازده شود که حل نامشخص داشته باشه. این هم جواب آخری را انتخاب میکنم. آخری سوال است از ما شما خواسته که اینمی خطوط چی حالت داره. اما دیده میشه که مدل دوم خود استاندارد است، اما مدل اول شکل استاندارد نداره. ما باید این استاندارد بسازم. خب در مدلات یک مجله درجه یک ما خوانده بودیم، یک ساده سازی، یک اسرا و دیگر و دیگر تمام شورت تشریح کردیم. اینجا که ازی مخرجان نجات پیدا کنی، باید اطراف ضرب چهار بکنی. خب اطراف ما ضرب چهار میکنم، میبینیم که چی اتفاق مفته. ایرام خی ضرب چهار کردی، امسایش هم ضرب چهار کردی و این طرف هم ضرب چهار کردی، کلش خلاص ضرب چهار. در نهایت یک دو 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 دوی ما چهار، دورم ضرب اکس مثبت وای منفی چهار چنده. چهار با چهار راستی خلاص میشه دیگه، چهار چنده. فقط چی میمانه؟ x منفی y مساوی به یک چهار چهار. این دیگه خوبی از تیار است، x منفی دو y مساوی به سه. شکل عمومی را اگه بر ما داده بود، ای یک x جمع بی یک y مساوی به سی یک، ای دو x بی دو y مساوی به سی دو. متوجه شو x و y جی گردواد نبود، منظم بود، اول x باز y. حالا میجه باید انوزم استاندارد نشده، باید استاندارد یا منظم تر شد. خب دو که داخل ضرب شده میشه دو x مثبت دو y منفی x منفی زر منفی میشه مثبت y مساوی به چهار. x منفی دو y مساوی به سه. خوبی از جور است. در نهایت که کم دیگه هم پیش روی شده، از دو x که یک دانه x بره پس یک تا x دیگه میمونه، دو جمع یک ما میشه سه y مساوی به چهار. x منفی دو y مساوی میشه به سه. خب آله استاندارد شد معادله. میریم میسنجیم که خطوط که دیگه چی حالت داره.
یک تقسیم ادو میکنیم، بی یک هم تقسیم بی دو میبینیم چی گپ میشه. ضریب از یک است، از این دیگه هم ضریبش چی است؟ یک است. مساوی با این دیگه سه است، این دیگه هم چی است؟ منفی دو است. این دو که دیگه مساوی نیستن، یک نمیتونه مساوی با منفی سه بر دو شه. این گپ حالت است که خطوط چی هستن؟ متقاطع، یا میگفتن یک حل داره. به این معنی که یک خط تو تیر شده دیگه هم از سرش قطع کردن یکی دیگره. خب از جواب درست جواب سوم است که اینا انتخابش میکنیم. دوستای عزیز توجهتان بسیار زیاد تشکر. داخل ویدیو سوالات است، باز هم چیز مشکل سوال چیزی بوده که از من میتونین در کامنت ها بپرسین. و قبل از اینکه ویدیو رو ختم بکنم بیادتان باشه معادله دو مجموعه درجه یک به نهایت حل داره، اما سیستم معادلات دو مجموعه درجه یک سیستمش یا به نهایت حل داره یا یک حل داره یا هیچ حل نداره. اما دو مجموعه درجه یک که یک تا معادلش باشه سیستم نباشه، او به نهایت حل داره. بر صورت خی داخل ویدیو اینی سوال هاست، اینا رو کار بکنین. انشالله باز در ویدیوهای بعدی در سارا ادامه خواد دادیم.